الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، با خبر نور در خدمت شما هستیم. مثل همیشه سرتیتر خبرها رو با هم میبینیم. جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای مسافربری تهران یاسوج. بازداشت بیدلیل دو روحانی اهل سنت ترکمن و انتقالشان به مکانی نامعلوم. وزیر خارجه عربستان: فشارها را بر ایران ادامه می‌دهیم تا رفتارش را تغییر دهد. نماینده پارلمان عراق در پاسخ به ولایتی: قیم نمی‌خواهیم و عراق تابع ایران نیست. انتقال رایگان نفت ایران به هند از ابتدای سال 97. افزایش نرخ خودکشی دانشجویان در ایران. و مسلمانان هویی چین نگران تشدید سرکوب ها. عملیات شناسایی و جستجوی لاشه هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در روز دوشنبه 30 بهمن از سر گرفته شد. در دومین روز از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج، نیروهای امدادی اورژانس و هلال احمر در تیم‌های چند نفره از حدود ساعت 5 صبح به محل احتمالی سقوط هواپیما اعزام شدند و عملیات جستجوی لاشه یا ردی از هواپیمای حادثه دیده ATR را آغاز کردند. صبح روز گذشته یک شنبه 29 بهمن، پرواز 3704 شرکت آسمان از تهران به مقصد یاسوج با بیش از 60 سرنشین 50 دقیقه پس از پرواز از رادار ناپدید و با برخورد با کوه دنا در منطقه سمیروم اصفهان سقوط کرد. شرایط جوی منطقه، بارش شدید باران و برودت هوا، عملیات تجسس را با مشکلاتی روبرو کرده و یافتن لاشه هواپیما در یک روز گذشته نتیجه‌ای در بر نداشت. ضمن اینکه کمبود امکانات و تجهیزات ویژه نیز شرایط را دشوارتر کرده است. جلال پورانفرد، رئیس اورژانس کهگیلویه و بای رحمت گفته است که 80 تکنسین از چند استان کشور برای یافتن ردی از لاشه هواپیما در این عملیات شرکت دارند. قرار است شامگاه دوشنبه یک هیئت 7 نفر از متخصصان فرانسوی برای بررسی ابعاد سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج وارد تهران شود. این هیئت متشکل از 3 تن از کمیسیون بررسی سوانح و 4 نفر هم از کارخانه سازنده هستند. محمد رضا تابش نماینده تهران روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد شماری از اساتید دانشگاه و متخصصان منابع طبیعی که برای دفاع از فعالان بازداشتی محیط زیست به تهران رفته بودند، مسافران این پرواز بودند که جان خود را از دست دادند. روز گذشته متاسفانه جمال الدین عادی‌زاده و عبدالغفار بندی، دو روحانی اهل سنت ترکمن از اهالی شهرستان کلاله، توسط اداره اطلاعات استان گلستان بی‌دلیل بازداشت و پس از تفتیش کامل منازل و ضبط وسایل شخصیشان به مکان نامعلومی منتقل شدند. بعد از ظهر روز گذشته مورخ 29 بهمن ماه، دو روحانی اهل سنت ترکمن توسط پرسنل وزارت اطلاعات استان گلستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. جمال الدین عادی‌زاده فرزند قربان، ساکن روستای قوجمز از توابع شهرستان کلاله، در محل کار خود بازداشت شده و گفته می شود منزل و محل کار ایشان نیز مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل وی از جمله فلش مموری، هارد اکسترنال و کتاب‌های وی توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. عبدالغفار بندی، دیگر روحانی بازداشت شده، ساکن روستای اورجندی از توابع شهرستان کلاله است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای بندی گفت ماموران امنیتی به عبدالغفار هشدار ایست دادند ولی او توجهی نکرد و مردم با مداخله آنی با ماموران امنیتی درگیر شدند. پس از آن ماموران با شلیک تیر هوایی هسته تشکیل شده را به هم زده و عبدالغفار را با ضرب و شتم به مکان نامعلومی منتقل کردند. علی‌رغم پیگیری نزدیکان این دو روحانی، از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این افراد هیچ اطلاعی حاصل نشده و تنها به خانواده و نزدیکانشان گفته شده برای پیگیری وضعیت حقوقیشان به دادگاه ویژه روحانیت شهرستان گرگان مراجعه کنند.
عادل الجبیر که دیروز در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، ضمن تأکید بر تداوم فشارها بر ایران تا زمان تغییر رفتار این کشور، به این موضوع اشاره کرد که مشکلات منطقه با انقلاب خمینی آغاز شده و اکنون ایران تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه 18 فوریه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران چندین هسته تروریستی را آموزش داده که این هسته ها چند حمله تروریستی در سرتاسر جهان را انجام دادند. وی تاکید کرد که عربستان سعودی همچنان به فشار خود بر ایران برای تغییر رفتار ادامه می دهد. الجبیر گفت عربستان سعودی تا حالا هیچ عملیات تخریبی یا تروریستی علیه ایران و یا هیچ کشوری انجام نداده، اما ایران در سال 1996 با آموزش یک گروه تروریستی چندین برج را در عربستان سعودی منفجر کرد. وی تصریح کرد ایران همچنین بیش از 90% از مواد منفجره گروه‌های تروریستی را تأمین می‌کند و با دخالت‌های خود تلاش می‌کند که ثبات را در سوریه، عراق، یمن و لبنان برهم بزند. وزیر خارجه عربستان به پناه دادن برخی از رهبران القاعده و خانواده بن لادن از سوی ایران اشاره کرد و گفت که اگر ایران بخواهد مانند یک دولت عادی با آن برخورد کنیم، بایستی به قوانین بین المللی احترام بگذارد. عبدالکریم ابطان، حقوقدان و یکی از رهبران ائتلاف ملی در پارلمان عراق، در یک حمله شدید اللحن با مردود دانستن اظهارات علی اکبر ولایتی آن را مداخله جویانه دانست و به شدت محکوم کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد خامنه ای، در یک کنفرانس خبری در عراق، گویی که خود را عضوی از حکومت کشور عراق می داند، گفته بود که بیداری اسلامی به رهبری ایران به لیبرال ها، کمونیست ها و هر کس که با معیارهای ایران متفاوت باشد اجازه نخواهد داد تا در عراق به قدرت برسد. عبدالکریم ابطان یک شنبه 18 فوریه در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخی دندان شکن به ولایتی و جمهوری اسلامی گفت که ما نزد ولایتی و غیر ولایتی کار نمی کنیم. ما عراقی هستیم و طرح ما یک طرح ملی عراقی است و اگر ولایتی نفوذی بر یکی دو تا از عراقی ها دارد، این تا آخر ادامه نخواهد یافت و ما به ولایتی و غیر ولایتی اجازه نخواهیم داد که در امور داخلی عراق دخالت کنند. این نماینده پارلمان عراق گفت به خدا من به هیچ کس غیر از خدا و ملت عراق تعهد ندارم. ولایتی هم بهتر است برود قیم دیگران شود و به اسم آنها حرف بزند، زیرا که نه شیعیان ملیگرای عراق و نه همه شیعیان قبول نمی کنند که وابسته به ایران و یا غیر ایران باشند. این عضو پارلمان عراق گفت ما دیگر اجازه نخواهیم داد که آنها، یعنی ایرانیان، عکس‌های خودشان را بر دیوارهای عراق آویزان کنند و اجازه نخواهیم داد که با عراق به دیده یک روستای تابع ایران یا غیر ایران نگاه کنند. ما پیشتر بهای عدم قبول قیومیت از سوی دیگران را پرداخت کردیم و شیعیان عراق قبل از سنی ها این اجازه را به کسی نخواهند داد. در حالی که سال مالی آینده میلادی از آوریل 2018 کمتر از 2 ماه دیگر شروع می شود، ایران با ارائه تخفیف 100% هزینه انتقال نفت به کشور هند را برای سال مالی آینده میلادی حذف کرده. ایران در سال مالی جاری میلادی 2017-2018 میزان تخفیف بر کرایه حمل نفت به هند را از 80% به 62% کاهش داده بود، اما امروز 3 منبع آگاه گفتند که این تخفیف به 100% افزایش یافته و هزینه حمل و نقل برای سال آینده رایگان شده است. مقامات ایران امیدوارند که با این اقدام بتوانند صادرات نفت خود را به هند افزایش دهند و بر همین اساس هند هم قول داده که در مقابل واردات نفت خود را از ایران افزایش دهد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اخیراً به همراه وزرای نفت و خارجه و گروهی از بازرگانان بخش خصوصی این کشور به دهلی نو، پایتخت هند، سفر کرد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، گفته بود پالایشگاه‌های هندی دولتی و خصوصی در سال 2018-2019 میلادی روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کنند. پرادان، وزیر نفت هند، هم گفته بود در مقایسه با سایر تولیدکنندگان عمده نفت به ما مشوق‌های خوبی داده شده است. در صورت خریداری نفت از ایران سود خواهیم برد و به همین خاطر واردات نفت خود از ایران را در مقایسه با سال مالی جاری افزایش می‌دهیم. ایران پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین تأمین کننده بزرگ نفت هند بود.
اما در سال 2017 میلادی عراق و عربستان سعودی به ترتیب بزرگترین تامین کنندگان نفت این کشور بودند. ناامیدی و خودکشی در میان دانشجویان ایران رو به افزایش است. یک مقام مسئول این وضعیت را نگران کننده توصیف کرده و مشکلات معیشتی، ناامیدی و احساس ناامنی را علل اصلی بروز این پدیده شمرده شده. ابوالحسن ریاضی، معاون امور داخلی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی، یک شنبه 29 بهمن خودکشی را مهمترین موزل در بین دانشجویان دانست و بدون بیان جزئیات بیشتر میزان ناامیدی و افسردگی در بین دانشجویان سال آخر را زیاد اعلام کرد. او وضعیت جامعه و مشکلات پیچیده‌ای همانند بیکاری و معیشت را موجب ایجاد ناامیدی و افسردگی در بین دانشجویان دانسته و گفت که با وجود بیکاری و مشکلات اقتصادی و معیشتی افراد امیدی برای آینده خود ندارند. ریاضی با بیان اینکه ناامیدی و درگیر شدن با مشکلات موجب افزایش گرایش به خودکشی شده، افزایش نرخ خودکشی را نگران کننده توصیف کرد. وی در ادامه با بیان اینکه میزان ناامیدی و افسردگی بین دانشجویان بالاست، احساس ناامنی را از دلایل افزایش آمار خودکشی و افسردگی دانست. در خبر دیگری سازمان پزشکی قانونی تهران نیز اعلام کرده بود نرخ خودکشی با قرص برنج در 9 ماه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته 2% افزایش یافته و 109 تن در تهران به دلیل استفاده از قرص برنج جان خود را از دست دادند. مسلمانان قوم هویی چین ساکن در استان گانسوی چین نگران آنند که افزایش محدودیت‌ها و سرکوب‌های دولتی وضعیت آنها را شبیه به مسلمان اویغور ساکن در استان سینکیانگ محدود کند. دولت محلی استان گانسوی چین اخیراً اعلام کرد که تحصیلات دینی برای جوانان ممنوع است. این تصمیم اخیر دولت دخالت ناخوشایندی در زندگی مسلمانان هویی است که آنها را نسبت به آینده خود نگران کرده است. نگرانی بزرگ این است که دولت ممکن است اقداماتی را در استان گانسو در شمال غربی چین انجام دهد که مشابه سرکوب مسلمانان اویغور در منطقه وسیع سینکیانگ در غرب این کشور باشد. مسلمانان اویغور سالهاست که هدف سخت‌ترین سرکوب‌ها قرار دارند. نظارت مستمر پلیس بر زندگی آنها، فرستاده شدن به مراکز بازآموزی در صورت هر گونه فعالیت دینی و جمع‌آوری DNA و مشخصات وراثتی برای کنترل بیشتر آنان از جمله اقداماتی است که علیه این اقلیت قومی و دینی انجام می‌شود. در ماه ژانویه مقامات آموزشی گانسو کودکان و جوانان را از آموزش دینی در سال نو چینی منع کردند. هنوز مشخص نیست که این ممنوعیت ادامه یابد یا موقت باشد، اما سبب نگرانی مسلمانان در این منطقه شده است. مسلمانان هویی که دهها روابط خوبی با دولت داشتند اکنون نگران آینده‌ای مشابه مسلمانان سینکیانگ هستند. خب بینندگان عزیز، به پایان خبرهای امروز رسیدیم. تا دیدار دیگر، الله یار و نگهدارتون.